سهامداران آلمانی و فرانسوی شرکت دفاع هوایی و فضایی اروپا روز سه‌شنبه به تصمیم این شرکت مبنی بر اخراج 5800 نفر از کارکنانش اعتراض کردند. کارکنان این شرکت هم که شرکت ایرباس یکی از زیرمجموعه‌های آن است، به نشانه اعتراض دست به تظاهرات زدند. یکی از کارکنان میگوید: به نظرم آنچه در حال وقوع است درست نیست، چون ما داریم با تمام توان کار می‌کنیم و سودده هستیم. شرکت دفاع هوایی و فضایی اروپا که شعب متعددی در اروپا دارد، 2600 نفر را در آلمان، 1700 نفر را در فرانسه، 700 نفر را در بریتانیا و 600 نفر را در اسپانیا اخراج می کند و مابقی از کارکنان این شرکت در دیگر کشورها هستند. ما فکر می کنیم که اخراجی که برنامه ریزی شده غیر قابل قبول است، نه فقط از دیدگاه کارکنان، بلکه تصور کنید پروژه اخراج 3 سال طول می کشد. چطور کارکنان تا زمان اخراج در فضای تهدید می توانند خوب کار کنند؟ شرکت دفاع هوایی و فضایی اروپا روز دوشنبه همزمان با خبر تعدیل 5% از کارکنان خود از تجدید ساختار گسترده این شرکت هم طی 3 سال آینده خبر داد. این شرکت بر آن است تا در گام نخست دفتر مرکزی خود را در پاریس بفروشد.